متن حضرت مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. غلام حسین محمدی گلپایگانی توی سال 1322 توی شهر گلپایگان توی کشور ایران زاده شده. پدرش ابوالقاسم محمدی گلپایگانی از روحانیون و امام جمعه گلپایگان بوده که به نمایندگی از سید حسن طباطبایی بروجردی عازم اروپا شد. غلام حسین محمدی گلپایگانی از مبارزان سیاسی علیه حکومت پهلوی و از حاضران توی واقعه حمله به مدرسه فیضیه توی سال 1342 بوده. اون تو فاصله سالهای 1358 تا 1360 به عنوان مسئول دفتر مشاورت سید روح الله خمینی توی پایگاه هوایی اصفهان فعالیت میکرده و از سال 1360 تا 1368 هم مسئول دفتر مشاورت رهبر جمهوری اسلامی توی نیروی هوایی ارتش بوده. پسر اون محمد جواد با یکی از دختران سید علی خامنه‌ای ازدواج کرده. محمد محمدی گلپایگانی به همراه 9 نفر از دیگر اطرافیان سید علی خامنه‌ای توی 13 آبان 1398 توی فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. این افراد بنا به اعلام دولت آمریکا تو سرکوب‌های داخل و خارج کشور دست داشتند. تو بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از محمد گلپایگانی به عنوان فردی که به نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی تو خیلی از مراسم و برنامه‌های مهم حکومتی شرکت می‌کند یاد شده. تو بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا محمدی گلپایگانی به عنوان یکی از مسئولان سرکوب بهاییان توی ایران معرفی شد. محمدی گلپایگانی به عنوان رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران با همراهی رهبر کنونی علی خامنه‌ای ممانعت نظاممند از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بهاییان یک اقلیت مذهبی توی ایران را هدایت کرد. این ممانعت شامل محرومیت بهاییان از تحصیل توی دانشگاه و استخدام توی ادارات میشه. استیون وزیر خزانه داری آمریکا گفته امروز وزارت خزانه داری آمریکا مقامات غیر منتخبی را هدف قرار میده که اطراف رهبر جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه ای جمع شدند و سیاست های بی ثبات کننده اون را اجرا میکنند. این افراد با طیف گسترده از رفتارهای بدخواهانه رژیم از جمله انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا توی بیروت تو سال 1983 میلادی و انفجار مرکز همیاری اسرائیل توی آرژانتین تو سال 1994 میلادی، همچنین شکنجه، قتل‌های فراقانونی و سرکوب غیر نظامیان مرتبط هستند. نظر شما راجبه محمدی گلپایگانی چیه؟